وارد میشه به اطراف و اینکه دقیقا کجا بسوزه، در چه حاشیه‌ای بسوزه و در چه حاشیه‌ای هیچ اتفاق خاصی نیفته. اینقدر دقیق هست که در حد 2 سانتی متر این ور و اون ور میشه تعیین کرد که کجا انفجار مورد ضربه قرار بگیره و کدوم قسمت قرار نگیره. و ماشین آقای هرلی میدونیم که منفجر شد، یک ماشین بسیار خاص بود، یک ماشین عادی نبود، یک ماشین بود که به صورت خاص ساخته شده بود برای امنیت. و همچنین با توجه به ساخت این ماشین، این سلاحی که استفاده شده برای کشتن آقای هری باید اول انفجار رخ بده، نه دقیقا کنار ماشین، ولی کم بالای ماشین باید اولین انفجار رخ بده. اول بالای ماشین منفجر میشه و بعد و انفجار تمام اکسیژن منطقه رو مکش میکنه. پس بدن ها حالت اکسیژن خودشون رو از دست میدن و شروع میکنن به تجزیه شدن. و به خاطر این حالت رو ساعت رو داشتیم و یک آتش مهیبی به وجود میاد، بسیار مهیب و همچنین بسیار سریع، بسیار سریع، 1 میلیونیوم ثانیه شده. یک آتش بسیار مهیب در زمان کم، به همین دلیل یک بدن ها تجزیه شدن و جزغاله شدن ولی یک فر هیچ اتفاقی براشون نیفتاده. پس به همین دلیل چیزهایی که خیلی چگالیشون کم هست مثل یقه وقت ندارن برای اینکه این حرارت رو جذب بکنن و نمی‌سوزن، ولی اگه یه چیزی چگالی زیاد باشه، یه چیزی چگال باشه، این حرارت رو جذب میکنه بسیار سریع مثل اون ساعت. پس Where is the launcher? It could be a drone. What's the best way? It could be done also by an aeroplane, but it's more complicated. The simple way is to use a drone. اگر هواپیمایی بدون سنشین باشه، این راحت‌تر است. How long is it? یک هواپیمای بسیار کوچک و یک موشکش هم بسیار کوچک هست. Almost invisible. و تقریبا نمیشه دیدش. بله، اینقدر سریع حرکت میکنه که اصلا نمیشه دید و مردم نمیتونن با چشم عادیشون ببیننشون و به همین دلیل کسی وجود نداره که این هواپیما رو دیده باشه، اینقدر که سریع هست و موشک سریع هست. بعضی میگه ما شنیدیم صدای یک چیزی از هوا، ولی این کمیته بین الملل در سازمان ملل قبول نکرد این حرفا، اینا رو اصلا گوش نداد. حزب الله و سید حسن در این کنفرانس مطبوعاتی صحبت کردند و نشون دادند. حزب الله اطلاعاتی که پخش کرده در این کنفرانس مطبوعاتی مستقیم از هواپیماهای اسرائیلی گرفته. نمیتونن تکذیب کنن. لذا اسرائیل اقرار کرده. دیگران اقرار نکردن. یعنی لبنانی های دیگر جاده حماس اقرار نکردن. این همون روز تو 4 ساعت اینا در همون منطقه بودن، دو تا هواپیما، یک هواپیمای بدون سرنشین که ممکنه این موشک رو زده و یک هواپیمای جنگی هم بود، هواپیمای جنگی بوده، 4 ساعت در اون منطقه حضور داشته و اشراف داشت بود. خب قبل از این ادامه بدیم یک گزارشی ببینیم که این گزارش 3 جسد رفیق حریری هست، یه خورده ممکنه دلخراش باشه، معذرت میخوام. اینو میبینیم که بعد از اون یک گزارش دیگری خواهیم دید. اول این گزارش 3 رو ببینیم. If you don't mind, we're going to see this image of the body of Rafiq Hariri and let the audience see it. Yes, please continue. Yes.
This weapon also. این سلاحی که توضیح دادیم ساخت آلمان. یک فشار عظیمی از بالا وارد میکنه و وقتی این فشار میره کنار به همین دلیل یک خلأ ایجاد میشه و همه چی پرت میشه به سمت آسمان به صورت عمودی. بله و شما میدونید که یک بدن در طبقه چهارم یک ساختمانی که در اون کنار بیده شده بدن به اون ارتفاع پرت شد پرت میشه به طبقه چهارم هتل سن جورج. این بی سابقه است که توی انفجاری که همه چی افقی منفجر میشه و پرتاب میشه یه چیزی اونجوری اونم در اون حد. هیچ سلاحی در دنیا وجود نداره که بتونه همچین کاری بکنه. همه این کارها رو یک بار دیگه فقط در محافل علمی در موردش صحبت شده. چندین سال پیش شروع شد تحقیق در مورد این نوع سلاح ولی تا به حال ندیده بودن در محافل علمی در مورد این سلاح که نانو تکنولوژی درش هست و اورانیوم غنی شده. Which country is this manufactured in? کشوری این سلاح رو می‌سازه؟ At that time, in 2005, اون زمان در 2005 فقط آلمان قادر به ساختن همچین سلاحی می‌بود. و می‌دانید که دانشمندهای آلمانی با این موضوع موافق هستند. و می‌دونن که دانشمندهای آلمانی نه فقط برای آلمان کار می‌کنن بلکه در بسیاری از محاول آمریکایی هم کار می‌کنن. و توسط آمریکایی‌ها استخدام میشن. یک نکته که در مقالتون دیدم این هست که گروه تحقیق بین الملل درخواست کرد که ماهواره های آمریکایی افشا کنند که چه هواپیمایی در اون زمان در آسمان بیروت پرواز میکردن ولی اونها این اطلاعات رو ندادن. درسته؟ بله اونها همچی اطلاعاتی رو آزاد نکردن و ندادن به گروه تحقیق. همواره ازشون درخواست شده که اطلاعات بدن برای کمک به تحقیق نمیدن و از طرفی میگن که ما طرفدار این تحقیق هستیم. جالبه که کمیسیون درخواست میکنه که اون روز چون هواپیماهایی که اونجا پرواز میکنن شما اشاره کردیم 4 ساعت پرواز میکردن اون کمیسیون گزارش آمریکا رو میخواست که از ماهواره داشت پرواز هواپیماهای بدون سرنشین درون ها آواکس ها جت های آمریکایی درخواست کرد از هم از آمریکا هم از اسرائیل و هر دو قبول نکردن رد کردن و ندادن اطلاعات رو به کمیسیون که چون احتمال زیاد شیلی که تو فیلم ها بوده شیلی که این موشک کوچیکه که دیده نمیشه و اورانیوم غنی شده هستش و آخرین تکنولوژی موشکی هم هستش رو میتونستن ببینن ولی اونا خیلی راحت رد کردن و حاضر نیستن تصاویر اون روز رو بدن. این خودش یک سند بسیار مهمیه از یک چیزی دارن پنهان میکنن که جا داره که رسانه های جهانی اینو هی بزرگ کنن و افشا کنن. یه نکته وجود داره در تقابل با ایده من و اون این هست که با توجه به تحقیقات ملیس گروه ملیس یک سری مسائل مواد منفجره در زمین پیدا کردند. بازمانده های مواد منفجره در زمین پیدا کردن ولی کن و این عجیب هست چون که این یافته و این ادعا دروغ هست چون که ما میتونیم نشون بدیم که واقعی نیست ولی ملیس گفته که همچین چیزی هست. اون فردی که مسئول گروه تحقیقات سازمان ملل بوده چون با توجه به تحقیقات در این گروه سه مقدار متفاوت از زمین رو استخراج کردن در سه جای متفاوت قرار دادن به صورت یکسان در بسته‌بندی های در سه بسته‌بندی متفاوت گذاشتن و سه بسته‌بندی را به سه لابراتوار مستقل فرستادن. چرا سه؟ چون اگر تضادی وجود داشت بین حکم
متخصصین دو تاش اگر مثل هم بودن بتونن اون یک تونه که غلط بوده رو کنار بذارن. اون دو تا بسته‌بندی اول رو فرستادن به لابراتواری که گفتن که هیچ آثار مواد مفنجره اون تو پیدا نشده، هیچ آثاری. ولی بسته‌بندی سوم رو همون آقای ملیس که مسئول این تحقیقات هستن دست ایشون بود و ایشون فرستادن به لابراتوار خودشون و فقط در اون بسته‌بندی پیدا شده که مواد منفجره بوده. یعنی فقط اون بسته‌بندی که دست خود رئیس تحقیق بوده، آقای ملیس بوده، توش مواد منفجره پیدا شده و قانون اینجا زیر پا گذاشته شد، چون که دو بسته‌بندی مواد منفجره آثار مواد منفجره پیدا نکردن و یک دونه پیدا کرد، ولی در این حال اون دو تایی که پیدا نکردن رو کنار گذاشتن و اون یکی رو پذیرفتن که دست آقای ملیس بوده. بذارید من یه بار اینو برای بینندگان عزیز یه توضیح دوباره بدم. اومدن گفتن که اگر یعنی خاک اون منطقه که منفجر شده بود رو قاطی کردن با هم و تقسیم بر سه کردن، به سه لابراتوار فرستادن که ببینن مواد منفجره از جنس TNT یا هر چیزی که مثل مواد منفجره که ادعا کردن 1000 کیلوگرم داخل یک ماشینی بوده، داخل این خاک پیدا میشه، اثری از این هست. دو لابراتوار در دو جای مختلف دنیا که فرستادن گفتن هیچ اثری از هیچ مواد منفجره نیست. ولی اون جعبه که دست خود میلس بود و خودش رئیس تحقیقات بود و یه آلمانی است که حالا من دارم خود جلوتر از برنامه صحبت میکنم، از عضوی از سازمان سیام هستش با پرونده که داره، فقط در اون ادعا کرد که مواد منفجره درش هست و کسی هم حرف اونو چک نکرد و این شد حرف رسمی کمیسیون. این کاری است که آقای تیری میسون یکی از اون 10 مواردی که در آورده گفته اینا رو توضیح بدید برای مردم. مشکل عظیم با آقای ملیس داریم. ایشون رئیس گروه تحقیقاتی سازمان ملل بودن ولی ایشون همین تز دروغین رو ایجاد کردن که انفجاری رخ داده توسط ماشین هایی که تصادف کردن و البته ایشون آلمانی بودن و به احتمال زیاد کشور خودشون رو داشتن دفاع میکردن و مخفی میکردن مسئله نظامی کشور خودشون رو به خاطر موشک.